واشنگتن فری بیکن. رژیم ایران تهدید به حملات خارج از مرزهایش می‌کند. دادگاه فدرال آمریکا رژیم ایران را به پرداخت بیش از 100 میلیون دلار غرامت محکوم کرد. مایک پنس حمله موشکی رژیم ایران در کردستان عراق را محکوم می‌کند. صبح امروز بازنشستگان کشوری و پیشکسوتان پرستاری در تهران و یزد تجمع اعتراضی برگزار کردند. آنها در اعتراض به وضعیت معیشتی خود در مقابل سازمان برنامه و بودجه رژیم در تهران و همچنین در یزد تجمع کردند. با سلام، در نگاه این ساعت رو تقدیم حضورتون میکنیم. واشنگتن فری بیکن درباره تهدید تروریستی پاسدار رحیم صفوی علیه مخالفان در خارج از مرزهای ایران گفت: رحیم صفوی در اظهاراتی که عملیات‌های مخفی رژیم ایران در آمریکا و اروپا را برجسته‌تر می‌کند گفت ایران حملات را خارج از مرزهایش حتی آن سوی دریاها طراحی می‌کند. شعارهای رحیم صفوی به فاصله کمی از دستگیری دو جاسوس رژیم ایران در آمریکا صورت می‌گیرد. مقام‌های آمریکایی هشدار دادند رژیم ایران دارای ظرفیت انجام حملات تروریستی در سراسر منطقه و جهان است. یک قاضی فدرال در واشنگتن رژیم ایران را به خاطر عملیات تروریستی علیه پایگاه نظامیان آمریکا در برج‌های خبر در زهران عربستان سعودی به پرداخت 104 میلیون و 700 هزار دلار غرامت به خانواده‌های قربانیان محکوم کرد. در این حمله تروریستی که در سال 1996 توسط تروریست‌های رژیم آخوندی به وسیله یک خودروی بمب‌گذاری شده صورت گرفت، 19 نظامی آمریکا کشته و 372 نفر مجروح شدند. مایک پنس، معاون رئیس جمهور آمریکا، حمله جنایتکارانه موشکی رژیم آخوندی به حزب دموکرات کردستان در عمق خاک اقلیم کردستان عراق را محکوم کرد. به روز دوشنبه طی پیامی گفت: ساعتی قبل با نخست وزیر منطقه کردستان عراق نشیروان بارزانی صحبت کردم و حمله موشکی اخیر رژیم ایران به منطقه کردستان را محکوم کردم. این حمله تلاش رژیم ایران برای مورد تهدید قرار دادن و بی‌ثبات کردن نزدیکترین همسایه‌اش است. نیکیلی، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، روز دوشنبه گفت رژیم‌های ایران و ونزوئلا تنها برای منافع خود تلاش می‌کنند. این دو رژیم در جهت منافع مردم خود اقدامی انجام نمی‌دهند. آنها برای دستیابی به منافع خود از طریق فساد عمل می‌کنند. شرکت کنندگان در اجلاس مؤسسه هاتسون در واشنگتن در 17 سالگرد حملات تروریستی 11 سپتامبر نسبت به تهدید رژیم ایران در منطقه هشدار دادند. مایکل پریجنت، تحلیلگر ارشد امور خاورمیانه، در این مؤسسه گفت آمریکا باید برای مقام‌های کشورهای خاورمیانه روشن سازد که در منطقه ماندنی است. در غیر این صورت آنها مجبور هستند به حضور نیروی مانند رژیم ایران تن دهند. در این اجلاس توماس جاسلین، تحلیلگر ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی ها، نیز گفت رژیم ایران همچنان خط ارتباطی بین القاعده از افغانستان به سوریه و بقیه جهان است. سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد رهبر کره شمالی در نامه‌ای جدید به دونالد ترامپ از وی خواسته است تا ملاقات دومی با هم داشته باشند. سارا سندرز گفت این نامه بسیار دلگرم کننده و مثبت است و کاخ سفید در حال برنامه‌ریزی برای انجام این دیدار است. سارا سندرز درباره رویکرد مثبت کره شمالی به رژه نظامی اخیرین کشور اشاره کرد. در این رژه کره شمالی موشک‌های قاره‌پیما را به نمایش نگذاشت. این بود دقیقا این ساعت. تا بخش بعدی، خدا نگهدار.